سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. این روزها گزارش‌هایی از فلسطین اشغالی به گوش میرسد و درباره فلسطین اشغالی نوشته میشه. این گزارش‌ها نشون میده که یکی از پررو‌ترین، گستاخ‌ترین و بی‌شرف‌ترین دشمنان ایران، نتانیاهو، که هر دریوزگی انجام داد، پولپاشی هم بین 4 تا سگ مزدور وطن فروش هم انجام داد که اینا هم براش دم تکون بدن، این آدم در یک موقعیت بحرانی قرار گرفته و از نظر همه در حال حاضر در وضعیتی است که تکرای میخوان از بازی بندازنش بیرون. همه هم به این جنبندی رسیدن، مافیا پشتشو خالی کرده، لوش هم دادن چون دیدن این دیگه خیلی تابلو شده. اینا که اینور هستن هم که دیگه کاملا شهرونده شناختنش. میخوام بریم گزارشی بخونیم در همین خصوص. من تا من یه نکته میخوام خدمت شما عرض کنم که اهمیت ماجرا برای شما و عمق فاجعه روشن بشه. هارت سخیرن گزارشی نوشته، تو این گزارش گفته 364 نفر صهیونیستی که کشته شدن، روز اول اینا رو ارتش خودمون زده کشته. روزنامه صهیونیستی نوشته گفته روز اول اینا رو ارتش خودمون زده کشته. بعد گفته این حرفا رو از کجا آوردی؟ گفته توی پلیس یه نفر به ما گفته، یه نفرم تو ارتش تایید کرده. من سوالم از شما اینه، اصلا فارغ از اینکه آقا درباره این خبری که من به شما گفتم بخوایم قضاوتی انجام بدهیم، سوالم اینه، اینی که الان با هم مرور کردیم به نفع ارتش رژیم صهیونیستی و دولت نتانیاهو هست یا به ضررشه؟ به ضررشه. این چیزی که داریم میگیم به ضررشه، این چیزی که داریم مطرحش میکنیم به ضرر تداوم جنگ است یا به نفع تداوم جنگه؟ این به ضرر تداوم جنگه، بازدارنده است. چرا؟ چون افکار عمومی رو در این شرایط قرار میده که آقا تمومش کنید بره. این یه داستانی که اولا خودشون خیلی توش گند زدن، دوم اینه که به این دولت باید مردد بود، معلوم نیست داره چیکار میکنه. حالا سوال دیگرم این هست، چرا در فلسطین اشغالی وقتی میفهمیم همچین گزارشی سراسر پاس گل است، فارغ از این که اصلا درست باشه یا دروغ، سراسر پاس گل است به فلسطینی‌ها، چرا همچین گزارشی باید نوشته بشه؟ واقعیت این هست که در رسانه‌های رژیم صهیونیستی، در نیروهای پلیسشون و در ارتششون گروه‌هایی هستن که اولا میخوان این دولت رو زمین بزنن، فردا و غیر فردا هم نداره، امروز جنگ و فردا جنگ هم نداره، فهمیده این خطرناکه، این همه‌شون رو به فنا میده، میخوان اینو به فنا بدن و میخوان این رو کنار بزنن. دوم هم با جنگ مخالفن، دارن تولیداتی انجام میدن که این تولیدات کمک بکنه جنگ متوقف بشه. از جنس همین ماجرا که آقا این داره گند میزنه تو بازی، با ما هم رو بازی نمیکنه، ادامه ماجرا ممکنه همچین گندایی بزنه. اگه دوباره یه فلسطینی بیاد وسط یه جمعیت، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد همه رو به رگبار ببنده. چند تا قراره از این 365 تا ها از ما بگیر؟ پس مشکل دولته و مشکل این ارتشه. میخوایم بریم گزارش با هم بخونیم. من اینها رو خدمت شما ارائه دادم که ببینید وقتی بعضی از اظهار نظرها از روزنامه ها و رسانه های رژیم صهیونیستی و از مقامات سابقشون، از نیروهای ارتششون، اینها رو بررسی میکنیم، میفهمیم که نه، خیلی اوضاع بحرانی تر از سطح تصور است. اونم برای یک کسی که نزدیک 10-12 سال توی قدرت بوده در فلسطین اشغالی، دشمنترین دشمنا با ایران بوده، بیشترین شرارت رو علیه ایران تلاش کرده تولید بکنه، از اونجایی که واسطه کنار دولت ترامپ تا اینجایی که واسطه کنار بن سلمان و دیگران، الان تو وضعیت عجیب و غریب قرار گرفته. بریم گزارشی بخونیم از NBC نیوز، اومده به همین اشاره کرده، از وضعیت فلسطین اشغالی و اوضاع نکبتباری که مرده متحرک نتانیاهو باش روبرو شده. در ابتدای گزارش اومده به این اشاره کرده، گفته بعد از عملیات موفقی که فلسطینی‌ها انجام دادن، نظرسنجی‌های گوناگونی به این نکته اشاره کردند که محبوبیت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در میان اتباع این رژیم به نحو قابل توجه کاهش یافته. طیف‌های مختلف سیاسی اسرائیل انتقاد جدی را علیه او مطرح می‌کنند. مقام‌های سابق امنیتی و فعال سیاسی مختلف که مخالف نتانیاهو هستند و مخالف کودتای غزه‌ای او هستن، دارن به یه سوال فکر میکنن. میدونی اینو اصلا میدونی چرا داره این گزارش رو می‌نویسه؟ میخواد به این نکته برسه که آقا جون، اینا میگن این باید استعفا بده بره. بحث کجاست؟ بحث اینجاست که این جنگ داره فرسایشی میشه. این جنگ که داره فرسایشی میشه، میتونه بقای سیاسی برای این رقم بزنه یا نه؟ به یه چیز دیگه میخواد تو این گزارش اشاره بکنه. آقا اینو همین الان بزنیمش کنار بره یا وایسیم جنگ تموم بشه؟ از کجا معلوم که جنگ تداوم نداشته باشه که این خودشو فعلا حفظ بکنه؟ شاید داره جنگو اینجوری چجوری بگم ادامه میده. میدونید رژیم صهیونیستی اولین کاری که انجام داد به محض بحرانهایی که پیش اومد، محدودیتهایی رو برای تلگرام ایجاد کرد، یقه کانالهای مقاومت هم گرفت، به تلگرام فشار آورد با وکلای خودش که اینا رو محدود بکنه. به نتیجه نرسید، رفت از طریق اپل و گوگل اقدام کرد. یادتون هست اونا رو انداخت به جونه، پا
پاول دوروف این دیگه در نهایت اومد گفت آقا من مجبور شدم این کانال رو ببندم. کانالای چند میلیونی ها نکته میدونید کجا هست؟ تو تلگرام یه اتفاقی داشت میافتاد. اینا داشتن روی تئوری های کار میکردن و درباره این صحبت میکردن که دولت نتانیاهو داره علیشون توطئه میکنه. اینجا گفتن 360 خودشون کشتن. اینجا گفتن اتفاقی رخ داده به حماس ربط نداشته. اینجا میگن فلان بوده. آقا نکنه ما که هممون داریم میگیم باید داره. نکنه که این فهمیده است که باید قدرت رو تحویل بده. داره جنگو طولانی میکنه فعلا در قدرت باشه. من نمیدونم چقدر با این حرفی که من زدم همراه هستید یا نه. من میخوام بگم این در اصلا شکل گرفته. این که میبینید بعضی ها میان در فلسطین اشغالی در مقابل دوربین وای میستن فریاد میزنن میگن همین الان باید داری، منطقشون اینه. میگن تو داری کاری میکنی که این جنگ ادامه پیدا بکنه، غیر قابل اعتمادم هستی به جهت اینکه میدونی در آینده برای خودت اوضاع مبهمه. اجازه ادامهش رو با هم ببینیم. گفته که نتانیاهو که سابقه بیشترین حضور در قدرت رو دارد، قبل از عملیات حماس با سیلی از فشارها و حملات علیه خود روبرو بوده. او همچنین متهم به دریافت رشوه و کلاهبرداری است. در کنار اینها تلاش وی در جهت پیشبرد لایحه جنجالی غذایی موجب تضعیف شدن وضعیت وی شده است. اومده در ادامه به یک نظرسنجی اشاره کرده، میگه نظرسنجی هایی که صورت گرفته نشون میده افکار عمومی در فلسطین اشغالی در حال حاضر به شدت از رژیم از نتانیاهو خشمگینه. حتی این بدیهیاتی است که ما بهش اشراف داریم، به دلایلی دارم خدمت شما عرض میکنم. میگه اینا میگن در حال حاضر نتانیاهو شخصیتی است که باعث شده حماس قدرتمند بشه، بتونه عملیاتی انجام بده که جان خیلی ها رو بگیره. 70-80% بر این باورن الان باید قدرت رو تحویل بده بعد از این درگیری ها بره. 76% میگن داره گند میزنه با مدیریتش، بخش قابل توجهی گفته همین الان باید بره، در آینده نمیخواد. بعد نکته‌ای که انتهای گزارش اومده بهش رسیده اینه، میگه 2016 که این میخواست قدرت رو تحویل بگیره تو یکی از انتخاباتی که شرکت کرده، دوست داشته این شکلی شناخته بشه که این حافظ منافع رژیم صهیونیستیه. میگه الان اینا وقتی دارن صحبت میکنن میگن تو نابود کننده منافع ما هستی. اینا فقط نه، اونایی که تو غربم نشستن همینو میگن. من چیزی که میخوام بگم اینه، یه نبردی اتفاق افتاد از 7 اکتبر به بعد. این به عنوان یکی از سرسخت‌ترین دشمنان ایران رو به مرده متحرک تبدیل کرد. 2000 تا تلفات از رژیم صهیونیستی گرفت، 300 تا تانکش رو منهدم کرد، حیثیتش رو در دنیا برد، به یکی از منفورترین رژیم‌ها تبدیلش کرد. باعث شد که اینها نسبت به آینده خودشون مردد بشن و هزار و یک ماجرای دیگه. غرب رو در بحرانی که در اوکراین رخ داده وحشت زده کرد، به این فکر انداخت که یه فکری باید بکنیم الان چین هم بخواد درگیر بشه اوضاع بدتر میشه. این چی بود؟ چی تو مخمونایی که این عملیات رو رقم زدن، یه روز صبح بلند شدن زدن به خط و این اتفاق رو رقم زدن، در ذهن اینا چی گذشت که این اتفاق رخ داد؟ باید بریم جلوتر بشه درباره صحبت کرد. فقط درباره آینده نتانیاهو من دوست دارم یک ویدیو با هم ببینیم از صدای آمریکا، کارشناسان که روی خط قرار گرفتن همین حرفا رو دارن مطرح میکنن. ببینیم ویدیو رو، بعدش برمیگردیم نکات ویژه‌ای دارم مفصل خدمت شما عرض کنم. در هر صورت هر مدلی که این جنگ تموم بشه، و من امیدوارم زودتر این جنگ تموم بشه که از کشته شدن و تلفات بیشتر جلوگیری بشه، من فکر میکنم آینده سیاسی آقای نتانیاهو که حتی قبل از جنگ هم خیلی آینده روشنی نداشت، چون آقای نتانیاهو هم مسائل قضایی داشتش با دادگاه اسرائیل، هم اصلاحاتی که به زعم ایشون اصلاحات قضایی بود و چیزی که خیلی ها در اسرائیل به عنوان یک تهدید علیه استقلال قضایی اسرائیل میدیدن، دادگاه های اسرائیل میدیدن، آقای نتانیاهو شدیداً تحت فشار بودش. حالا اگر برگردیم یک لحظه به 1973، خانم گولدا مایر با اینی که از تمام تقصیرات مبرا اعلام شد، ولی زندگی سیاسیش تموم شد بعد از اون ماجرا. حالا در اینجا که مشخصا دولت آقای نتانیاهو نتونسته جلوگیری بکنه از این حمله، همه اینها رو وقتی بذارید کنار هم، من فکر نمی کنم که آقای نتانیاهو زندگی سیاسی روشنی داشته باشه، آینده‌ای من براش نمی بینم. من فکر نمی کنم که بعد از پایان این جنگ ایشون در آینده سیستم سیاسی اسرائیل بتونه نقش بزرگی ایفا بکنه. خیلی خوب، این گزارش رو با هم دیدیم. بخشی از چیزهایی هست که این روسا خیلی ها وقتی به مسئله فلسطین نگاه میکنن و به اوضاع نتانیاهو نگاه میکنن دارن مطرحش میکنن. واقعیتی هست از آینده کسانی که در مقابل محور مقاومت ایستادن در این منطقه، به چیزی فکر میکنن در جهت منافع آنهایی که در غرب نشستن و
ملت ها رو در حاشیه بازی میبینن. باید بریم جلوتر ببینیم ادامه این بازی ها قرار هست به کجا بیانجامن. شما اگر نکته داشتین بحثی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین. ویدیوی آخر از این جهت خاص و قابل تأمل هست که حالا اونها که یه زمانی گفتن آقای نتانیاهو میخواد به ایران حمله، آقای نتانیاهو غلط کرد با تو، چقدر پول گرفتی بشین اینا رو بگی مرتی که بشین نها کن ببین ثابت از این داستانا در میاد یا نه، اگر در اومد بعدا درباره ایران هم صحبت میکنیم. از این جهت این چیزایی که روی آنتن وطن فروش دیده میشه قابل تأمله. اگر موافق باشید گزارش رو همینجا متوقف میکنم، چند تا پیام میخوام برای شما بخونم. یه رفیق مشتی داریم آوارزا از قم که متنهای ارزشمندی برای من میفرسته توی کامنت ها. متنشون از این جهت محترم، خاص و ویژه هست که کمک میکنه محتواهایی که ما داریم ارائه میدیم و توضیحاتی درباره این گزارش ها به شکل ویژه تر و قابل تأمل تری در قالب متن و در قالب تحلیل های ارزشمند پیش روی مخاطبین عزیز باشه. من ازش تشکر میکنم، از همه رفقایی که به این شکل به کامنت ها توجه دارند هم تشکر ویژه دارم. دوست دیگری برای ما نوشته که سلام عزیز، من از کشور افغانستان هستم، از کارت واقعا راضیم، کاش خیلی زودتر با کانال شما آشنا بشن تا فریب این صفحه‌های دروغی رو نخورن. حالا اومده کانال‌های مختلفی رو مطرح کرده، بعد درود فرستاده بر فلسطین. دمت گرم. عرض ادب خدمت رفقای مشتی از افغانستان. رفقای ما در افغانستان این روزا با چالش‌های مختلفی روبرو هستن که بخشش رو شما بهتر از من در جریان هستین. با این وجود از افغانستان فیلم‌ها و تصاویر داره منتشر میشه در راستای حمایت از فلسطین. تظاهرات برگزار کردن، کارهای نمادین تلاش کردن انجام دادن، فعالیت‌های اساس، این خیلی ارزشمنده. بچه‌هایی که در خارج از کشور هستن، رفقای افغانستانی و در خارج از کشور هم همینطور، چقدر عکس و فیلم فوق‌العاده مشتی و انگیزه دهنده برای من این چند وقته فرستاده شد از رفقای افغانستانی که توی کانادا، توی سوئد، توی کشورهای اروپایی به ویژه دارن حضور داشتن و حضور دارن و توی تظاهرات ها رفتن. دمتون گرم، پرچمتون بالاست. افغانستان بخشی از قضیه ای هست که این روزا داریم در میدان میبینیم و رفقای افغانستانی ما بخشی از مسئله مقاومت هستن، غیر قابل انکارن و این مسئله بود که من به بهانه این پیام باید بهش اشاره میکردم. بسیار ممنونم. رفیق دیگری در پیامی برای ما نوشتن که خیلی ممنونم از پیام های ارزشمندی که عمدتاً تعریف هست. اگر اجازه بدید من از این جنس از پیام ها عبور بکنم. بله، یک دوستی گفته که آقای تحلیلگر اینایی که داری ارائه میدی در قالب صوت هم ارائه بده به خاطر اینکه حجم اینترنت ما میره. اگر به کانال ما مراجعه بکنید، ما توی کانال تلاش کردیم که هم اینها رو در قالب صوت هم داشته باشیم، حتی تلاش کردیم در قالب متن. آقا اگر کسی نمیتونه دانلود بکنه، کسی نمیتونه ویدیو ببینه، در قالب متن هم باشه، اصلا تو فضای خارج نمیتونه باشه، تو پیام رسانه داخلی میخواد ببینه، ما سعی کردیم توی همه این پیام رسان ها باشیم به نوعی که برای رفقایی که در داخل هستن یا هزینه نت نمیتونن پرداخت بکنن کم هزینه تر بشه. درخواستم از رفقا این هست که از همین کپشنی که دارن میبینن توی یوتیوب، تو همین کپشن مراجعه بکنن، هم ایتا، هم تلگرام، هم جاهای دیگر میتونید از اونجا مطالب رو دنبال بکنید. ویدیو در قالب صوت هم همین داره ارائه میشه، اونجا استفاده بکنید و مطالب رو ببینید. بسیار ممنونم. رفیق دیگری گفته که تحلیلگر دوست عزیز، تنها کسی که خستگی کار و فشار زندگی رو در میکنه شما هستی، زنده باشی، دمت گرم. مخلصم. یه رفیق عزیزی هم داشتیم، ایشون کارگر بود، گفته بود که درگیر هستم در طول روز، بعد انتهای روز که میرسم برنامه‌ها رو یه جا دنبال میکنم و ویدیوها رو یه جا میبینم. خیلی ممنونم، باعث افتخار این پیام هایی که شما برای ما میفرستید. حس ما رو خوب میکنه، انگیزه ما رو خوب میکنه، به ما اعتماد به نفس میده. من وظیفه خودم میدونستم که به این مسئله اشاره بکنم و از شما بابت این پیام های ارزشمند تشکر کرده باشم. اگر رفقا تو هر پیام رسانی، تو هر شبکه اجتماعی به صفحه ما دسترسی دارن، برای ما کامنت بگذارن، لایک بکنن، برنامه رو ببینن، این به ما کمک میکنه. از اینها غافل نباشید. اگه برنامه رو تبلیغ بکنن، جای دیگرانی رو بهش وصل بکنه، این به ما کمک میکنه. ما به تک تک اینها نیاز داریم، از این مسئله غافل نشه. حالا که محدودیت هایی در داخل برای ما بعضی به وجود آوردن که صدای ما شنیده نشه، که قبلا برای شما توضیح دادم و جزئیاتش رو گفتم، لازم و ضروری بود و ضروری هست که به شکل ویژه‌تر به این مسئله اشاره داشته باشم که حتما از ما به هر شکلی که میتوانید حمایت بکنید. نکته دیگه ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.